در این بخش برنامه ما دکتر صاحب قیس نکزاد متخصص امراض داخله داریم و همچنین موضوع بحث ما خشکی و تلخی و بدمزگی دهان میباشه که چرا به وجود میاد و چرا هست. و عزیزانی که سوال می داشته باشن میتونن به شماره 0-2-250-3444 با تماس شون و مستقیما با دکتر صاحب صحبت داشته باشن. و بسیار بسیار خوش اومدین جناب دکتر صاحب، از اینکه وقت گذاشتین. خیلی ممنون، سلامت باشین و شما همیشه ما وقت میگذاریم. خداوند تعالی شما زیاد است، تشکر. عرض ادب احترام دارم خدمت شما و خدمت تمام دستندرکاران عزیزی که زحمت میکشن و بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون رای فردا. امیدوار هستم همتون صحتمند و تندرست باشین. دکتر صاحب، حس ذائقه چی است و چطور ما میتونیم که مزه و ترشی و تلخی غذاها را درک بکنیم و یک چی رمز و رازی هست در جواب؟ به خاطر از اینکه ناظری نازنین، به خاطر از اینکه ما در مقابل محیط خود آماده شویم، خودت تطابق بتیم، پنج حس بسیار متبارز داریم. غذا را میچشیم، اشیا را میبینیم، میشنویم، در پالی از او میفهمیم که با چی تماس کردیم چی نکردیم و در پالی از او به طور مثال بوره استشمام میکنیم. باسره، شامعه، زایقه، لامسه، سامعه، حسای پنجگانه بدن ما شما لحاظ طبابت است. درست؟ بله. یکی از جمله حسای بسیار مهم که توانایی از این را به ما میده که چی را بخوریم چی را نخوریم و اگر میخوریم به غذاها رنکینگ بتیم، مرحله بندی بتیم که زیاد بامزه است، ای کم بامزه است و ای بد مزه است و به اساس از این مثلا غذا مورد علاقه خود بگیریم، آن چیزی که خوشمانه همه و ازش فاصله بگیریم. این حس ذائقه است. چطور احساس میشه؟ در روی زبان ما و شما اگر به طور مثال یک جنشن ولیت انداخته شد زبان داینه ببینی، برآمدگی یک های بسیار کوچک میکروسکوپیک وجود داره، بسیار دقیق اگه آدم شوه یا به استفاده از ذره‌بین دیده میشه، زیاد سایز خرد نیست. اینمی ها را به نام پپیلا میگن. پپیلا. این پپیلاها در خود جوانی ذائقه داره. جوانی ذائقه یا تست بات، هر امی برآمدگی بیشتر از 10 دانه جوانی ذائقه داره. هر جوانی ذائقه 50 الی 150 دانه حجره می داشته باشه. هر جوانی ذائقه، خب این حجرات در قسمت سر خود آخذه داره، گیرنده داره، ساکت داره. وقتی تو غذا را میگیری، در این غذا مواد کیمیاوی است که ذائقه در غذا تولید میکنند. درست؟ مثلا بله، شوری، بله، ترشی، شیرنی، هر چیزی که است. با مجردی که مثلا تو غذا را میگیری، اینمی مواد کیمیاوی موجود در غذا میاد یا آخذه وصل میشه. یعنی لگاند با رسپتور وصل میشه، آخذه وصل میشه، سویچ در ساکت داخل میکنی. خب چی میشه؟ اینمی آخذه هایی که مثلا این مواد کیمیاوی را گرفت، به اساس سیستم عصبی این تنبیهات کیمیاوی به تنبیه برقی داده میشه، میره به مغز. در مغز انسان در سیستم اعصاب مرکزی قشر ذائقه وجود داره. در مغز انسان به اساس به طور مثال تقسیم بندی های که وجود داره، هر ساحه یک فیوز داره. یک مریض به طور مثال میاد سکته را نمیشناسه، میگه باد گزنگی را زده، شاش خود را گرفته نمیتونه، ادرار را خود را گرفته نمیتونه. به خاطر که ما این را بفهمانیم، باز میگیم فیوز ادرار از پریده. درست. یعنی عمو صاحی که ادرار کنترلش اراده میکنه او خلاص است. خلاص. درست؟ بنابراین در قشر مغز مرکز کنترل کننده ذائقه وجود داره. یه وقتی که آمد انزیابی میکنه، تحلیل میکنه و این در ظرف چندین مایکروثانیه واقع میشه. بله دقیق، چند زمان باشه. مایکروثانیه. هیتونیست که نان امروز ناظری خورده مزهش صبح بفهمه. صحیح نیست؟ در ظرف چندین مایکروثانیه ای واقع میشه، پس دوباره از مغز پیام ها ارسال میشه، بخورش، علاج بده، ترش است، شور است، لاب دهن آزاد و در پالیش تغییرات در معده میاد. به اساس از این سیستم کنترل میشه و معده آماده خود میگیره برای بله. جذب. پنج نوع ذائقه تثبیت شده: شوری، ترشی، تلخی، تندی و چیزای بامزه. پنج نوع ذائقه را ما میتونیم تثبیت کنیم. اگرچه آخذه های ذائقه قسمت اعظمش در زبان موقعیت داره، ولی کام، بلعوم جایی است که اینا همچنان ذائقه را انتقال میده به مغز، ولی قسمت اعظمش توسط زبان منتقل میشه. خدا نخواست اگر زبان یک فرد نباشه، امکان داره که مزه را بفهمه، ولی یک بر 50. صحیح نیست؟ قسمت اعظمش توسط زبان اسم میشه، به مغز انتقال میشه، پیام ارسال میشه که چی رو بگیری
و چی را نگیریم. وظیفه زبان چه خدر زیاد بوده دیگه. نه خیر، این خود تنها در بخش ذائقه بوده عزیز دل ما. زبان خودت به تکلمت رول داره، زبان خودت به طور مثال در پروسس غذا در دانت رول داره. بله، زبان تو به طور مثال به پیش راندن غذا رول داره. چه وظایف دیگه داره؟ یکی از جمله وظایفش موضوع ذائقه است. آها، بسیار خوب. خب دکتر صاحب، حالا وقتی که خشکی دهن یا بدمزگی دهن به وجود میاد، علتش چیست؟ خب یا را باید جدا کنیم، اینا را باید جدا بله، کنیم. خشکی جدا، بله بله، موضوعات به خاطر فرق میکنه عاملش. خب اول میام در بابت خشکی دهن صحبت میکنیم. لعاب دهن در حالت نرمال در 24 ساعت در بدن ما نیم الی 1.5 لیتر تولید میشه، به اندازه یک بوتل خرد آب مدنی یا یک بوتل کلان آب مدنی، درست؟ بله. این قلاب دهن ما از طریق دان تولید میکنیم. از کجا میایه؟ سه جور غده لابی متبارز داریم. غدوات لابی که در پیشروی گوش است، پاروتاید. غدوات لابی که زیر زبان است، غدوات لابی که در زیر علاش است. پاروتاید، سابلینگوال، سابمندیبولار، سه جور است. به صورت چشمه یا آب اینجاست. قناتکا داره. بله. قناتکا داره. از می آمده میره، آمده میره. که لاب دهن چی فایده داره؟ دانه نمیمانه که خشک شود. دانه نمیمانه که بوی بد داشته باشد. نمیمانه که بهتر مثال وایرس و بکتریا بگیرشه. بله. از کرم خوردگی دندان ها جلوگیری میکنه و پروسه هضم شروع میکنه و در بالا کردن غذا جمع صحبت کردن به ما کمک میکنه. دان که خشک باشد تو درست تکلم نمیتونی، دان که خشک باشد درست غذا مرطوب نمیشه، تیله نمیشه. صحیح؟ خب چرا ما خشکی دهن پیدا میکنیم؟ عوامل عزیز مستند بر مؤاخذه طبی در ابتدا به سه کاتگوری تصنیف بندی میکنن. نمبر اول آتو ایمیون، یعنی خود آدم بلای جان آدم. سیستم دفاعی ما غدوات لابی ما را ضربه میکنه. خود یک ضربه که چی میشه؟ یا این غدوات پوچ میشه، یا ای که خرد میشه، تخریب میشه، یا ای که خرد میشه. بله. که خرد کت فکر کنه چشم بند شد. و میخواد رفت خوش خشکی دهن پیشان ایجاد میشه. یک مرض به نام مرض ازجوگرن میگه. ازجوگرن خیلی عام است. مثلا مریض اشک نداره، دانش خشک است، درد مفصل داره. سپایه خشکی چشم، خشکی دهن، درد مفصل. یکی از جمله انواع روماتیزم مفصلی هستی. صحیح است نه؟ خشکی چشم، خشکی دهن، جمع درد مفصل، مرض ازجوگرن میگه. در پلی از او کسایی که به طور مثال به اساس هر علت دوا استفاده کنند، دوای ضد حساسیت، دوای ضد افسردگی، دوای خواب، دوای ضد جنون، دواهای کنترل کننده فشار، دوای کنترل کننده لرزه بدن، اینا همش در سیر عوارضش خشکی دهن پیش ما ایجاد میکنند. در پلی از او بعضی اوقات اگر ما دیهایدری باشیم، مثلا در رمضان هیچ دیگه تکلیف نداری، در سحری آب استفاده نکدی، تو در پلی از او 24 ساعت چای گرفته میری و در ضمنش قهوه و نوشابه گازدار انرژیزا رو نوشجان میکنی، هم چیزی که میخوری پس میبره، کافئین داره، مدرر است، 10-11 بجا دان خشک میشه. بنابراین در سیر زایات مایات امکان دارم چالتا پیش ما به وجود بیایم. هرگاه یک لعاب دهن ما کم بود، طبیعی است که ما تکلم ما به چالش مواجه میشه، کرم خوردگی دندان پیش ما ایجاد میشه، بوی بد دهن میداشته باشیم، پروسه بلغ غذایی ما با مشکل مواجه میشه و در پلوی از او امکان داره که در پروسه صحبت کردن ما به چالش مواجه شیم. بدمزگی دان برتان عرض کنم، اول باید ما التهاب زبان را بدانیم. درست. التهاب زبان ما بعض اوقات التهابی میشه و این حالت را به نام گلوسایتس میگن. التهاب زبان بسیار گپ مهم است. این موضوع مثلا گپی است که تاپیکای است که بحثش نشده، در هیچ جای بحث نشده، ولی مرضای بسیار عامه. از ده نفر حتما به طور مثال سیتاش در ماینه خانه میگه که من به دانم زار وار تلخ است، دانم زار وار تلخ، هر چیز میخورم نمیفهمم. خب التهاب زبان وقتی که در نزد یک فرد ایجاد شد، این باعث میشه که ما چهار نشانه را تجربه کنیم. ناظری متوجه هستی؟ التهاب زبان پیش ما که ایجاد شد، چهار نشانه را ما تجربه میکنیم. نمبر اول گلاسودینیا. چه معنا؟ زبان درد میشیم. زبان ما درد میکنه. دوم گلاسوپایروزس. سوخت زبان میداشته باشیم، سوزش زبان میداشته باشیم. سوم هایپوگوزیا، یعنی به طور مثال ذائقه را کم احساس میکنیم، آن چیزی که هست احساس میکنیم ولی بسیار کم. و دیگه دیسگوزیا، دان ما مزهش خراب میشه. درست. خرابی ذائقه، کم شدن ذائقه، سوخت زبان، درد زبان، درد زبان. چهار نشانه است که در سیر التهاب زبان ایجاد میشه. خب عوامل از چی است؟ در ابتدا عواملی که باعث
بدمزگی دهن و درد زبان میشه به دو کتگوری ایره تصنیف بندی میکنن. به دو کتگوری. نمبر اول ایدیوپاتیک پرایمری. چی معنا؟ یعنی زبان مریض میبینی معاینه میکنی هیچ چیز نیست، هیچ مشکل نداره، مگم زبان درد است، سخت زبان داره، هیچ چیز پیدا نمیکنی. ایره به نام ابتدایی یا به علت میگن. سخت است ولی چیزی را نمیبینی، علت معلوم نیست. بله. دوم ثانوی هست. ثانوی در سیر پنج کتگوری امراض ایجاد میشه. پنج کتگوری امراض. نمبر اول آفات جوف دهن. مریض میفهمه، دکتر دندان میفهمه. کسایی که دندانای مصنوعی ثابت یا متحرک دارن، کسایی که زبان کف کف دارن، فیشر تانگ. تنیت میکنه میبینی که بهتر امسال فقط کتک چاکو. فیشر تانگ. کسایی که زبان جغرافیک داره. زبان از اینکه میبینی مش نقشه مثلا یک کشور وارد روی زبانش است. زبان جغرافیایی رو میگن. کسایی که بهتر امسال کریم خوردگی دندان می داشته باشن، فنگس، پوپنک، دپولی از ویروس یا باکتریا دان از اینا را معوف میکنه. کسایی که نسوار میزنن سگرت کش هستن، آفات در جوف دهن ایجاد میشه و در سیر از این مریضا به طرم زال سوخت و درد زبان رو تجربه میکنه. این هم مربوط ما میشه و ما نظر در مورد از این نظر میتیم دکتر دندان میفهمه کارش. دوم عوامل میتابولیک و سیستمیک باعث ازی شده میتونه. این بسیار در افغانستان عام است. مردم بیچاره هستن، هر چیز گرفتن هم میتونه. یک دقیقه تماس بانی که نمیرم توضیح بتم. کمبود جست، کمبود آهن، کمبود ویتامین های بی، کمبود مگنیزیم، کمبود بهتر مثال ویتامین دی، کسایی که شکر داره، دلجوشی داره، مشکلات غده تایراید داره. این باعث میشه که پیش از اینا بدمزگی دهن و یکی که درد و سخت زبان ایجاد شوه. تماس میگیرین یا یکی ما بحث کنم. تماس. بله بفرمایید. سلام علیکم. خوب بخیر جان اینجورا. تشکر برادر. از دکتر صاحب سوال داشتیم. یک دنه دخترک داشتیم. همین زبانی که صحبت نمیتونه. لک لک زبان داره. این چی داروی داره؟ شکر. چقدر وقت است که پیش از اینا کلالت زبان ایجاد شده؟ مثل امروی در تلویزیون برای ما بگین که ما برنامه شما تماشا میکنیم. چند مدت شده محترم مشکل پیش اومد؟ از مادرزادی بوده یا بعدا؟ من از کوچکی همی رقمم. از کوچکی. کوچکی عین مشکل مشابه را در اعضای فامیل کسی داره؟ میتونم تلفن شما قطع کنم یا نه؟ برادر همه قصه مشکل در خانوادتون کسی دیگه هم داره یا خیر؟ نه 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 از اول صدای صحبت کردن بسیار خوب بود. بعدم کم کم اینو میرقم تو در تا فلان. سلامت. سلامت. تشکر محترم. تشکر. وقت شما بخیر. 0-20-250-34-44 دوستایی که سوال دارن به برنامه اینا را وصل میکنه که باز ما بحث را ادامه بدیم. بسیار خوب. در مورد موضوع پیشتر صحبت کنم که سه جزش مونده یا یکی را بحث کنم. اگر بله دکتر صاحب ما تابع هم هستیم. خواهش میکنم اگر بحث مونده شما هفته بعدی خواه این را صحبت کنیم. درست دوست گران ارجمه اگر تماس مستقیم وصل کنیم هم دوستا مشکل ندارن هم کنه یه تا فرمان. بله بله تماس مستقیم وصل بسازیم. در این فرصت میشه دکتر صاحب که حفظ صحیح زبان بسیار مهمه چون شما وظایف بسیار خطیر و مهمه برشان بیان کردید. تماس وصل است خانم عباسی شما؟ تا هنوز معلوم است. تماس وصل بسازین. بله بفرمایید. بله بله سلام علیکم. علیکم السلام. وقت شما بخیر. بفرمایید محترم. خوش آمدید. سوال خود مطرح کنید. ببینید ما دو مشکل داشتیم. یک خانم یک ماست تقریبا 19 سالش و امیدان از بسیار بوی میکشتر زیاد دارست. و مشکل دیگه یک که یک دختره داریم 3.5 ساله امیدان از بسیار زیاد میرم. گفتماش پرسان کنیم چی رقم از کدام رای حل خوبی داره ندارم. سلامت بخیر باشید. بسیار خوب. تشکر محترم. وقت شما بخیر. خب پاسخ اول دکتر سیبک. خب افراد اشخاصی وجود دارن که مرض دارن تحت نام stuttering کلالت، لکنت یا بندش زبان. اصطلاح طبیش stuttering است. خب در تمام دنیا که خلاصه بحث بکنم تداوی ازی speech therapy است. یعنی کسایی هست که متخصص صحبت کردن است. فقط در صحبت کردن تخصص دارند. اینا خواسته میشه، امروز از اونا جلسه گرفته میشه، برشان یاد داده میشه که به طور مثال به چه شکل آستاستا منطقی از مغز که در صحبت کردن برای ما کمک میکنه این راو ساخته شوه. چیزی که فامیل از اینا میتونن، اول یک ویدیو در یوتیوب موجود است به نام کلالت زبان، او را حتما تماشا کنیم. 25 دقیقه است و راهکارها را توضیح دادیم. بسیار. دوم نقطه عبارت از این است که ایره باید
اکسپوز کرده برن، یعنی در معرض قرار داده برن، با وهم صحبت کردنش ایرا مواجه کرده برن. و در پالیش به یواز تلویزیون یا ایرا استاد کنه در جای تلویزیون بگه بچه این بگو آن چیزی که میخوای بیان کن، سرکوب نشه، کلماتش را کوشش کنه که والدینش تکمیل نکنه. مثلا دخترک میگه من میخوایم اتو ایمه که مثلا جاوید فکر کن، فامیلش که گفتک و همه تو تنبل میمانه، بگذاره که خودش صحبت کرده بره و روان درمانی نیاز داره. احتمال بسیار زیاد داره که در نزد افرادی که در طفولیت ایجاد شده در سنین 10 الی 15 سالگی این موضوع بنفسهی و خود به خودی از بین بره، مگر اینکه منشأ فامیلی نداشته باشه که گفتن در اعضای فامیلشون کسی دیگه جنجال نداره و پیش از اینا ذاتی نبوده، یعنی چیزی است که کسب شده، ابتدا خوب پسان خراب. و یک چیز یادتون باشم، بعضی اوقات ناراحتی های عصبی، استراب، افسردگی، وسوسه‌ای که در نزد طفلک ها موجود می باشه، اینا امکان داره که این مشکل را ایجاد کنه، یعنی اینا فقط یک پرفورمنس انزایتی دارن، استراب جرأت و استراب اجراءات و استراب مواجه سازی را داره. که یک دخترکی که آرام هم سنش هست گپ میزنه را در پیش روی پدر خود گپ میزنه بند بند میشه، چرا که آقای عزیز بسیار دیکتاتور و ظالم بوده، سر از 24 ساعت پتکه کرده، هدف من این بزرگوار نیستم، یعنی کسای دیگه که هستن. ما داریم مثلا در معاینه‌خانه مریضایی را که بعضی اوقات پدر کتی مادر جنگ میکنه که چیغ میزنه و شتکه کلالت زبان پیدا میکنه. این موضوعات باید متوجه باشین، کدام دوای مشخص وجود نداره که ما مثلا بگیم این دارو را بگیرین این صحبت کردن را رو میکنه، این فقط رفتار درمانی نیاز داره. رفتار درمانی، در رفتار باید آستا هم والدین هم کوشش در رفتار طفل تغییر بده تا اینکه این موضوع خدا نخواسته به یک مشکل ناتوان کننده عمری پیش از اینا واقعی نمونه. بسیار خوب. در مورد سوال هموطن دیگه ما که گفتن دختر من 19 سال است، هالیتوزیس دارم. هالیتوزیس مرض را که بویدان میگه، اصطلاح طبیش هالیتوزیس هست. بوی ناخوشایندی که به طور مثال یک نفر خودش در تنفس خود تجربه میکنه و یا اینکه طرف مقابل را اذیت میکنه، محدود کننده است. فعالیت اجتماعی یک فرد را محدود میسازد. امراضی که باعث بوی دهن در نزد یک فرد شده میتونه، بعضش امراض داخله هست، بعضش مربوط امراض جوف دهن و سایر متخصصین هست. هر کسی که بوی بد دهن می داشته باشه باید توسط دکتر گوش ارزیابی شوه، توسط دکتر دهن ارزیابی شوه، متخصص به طور مثال جوف دهن، تا اینکه زبان را ببینن، دندان ها را ببینن، به طور مثال کدام آفاتی که در داخل جوف دهن باعث تنفس ناخوشایند و بوی نامطبوع میشه ارزیابی شوه. خب اگر این موضوع از طرف از اونا رد شد، توسط دکتر سایبای داخل ارزیابی میشه. کدام مرض سیستمیک نباشه، دلجوشی مریض نداشته باشه، میکروب به طور مثال اچ پایلوری نداشته باشه، منشأ بویدان در میده نباشه، منشأ بویدان در طرق تنفسی مریض نباشه و منشأ بویدان در سایر به طور مثال آفات سیستمیک نباشه. مثلا کسایی که جگر مشکل داره، کسایی که فلج گرده داره، کسایی که مثلا شکر می داشته باشن، اکثر اینا بوی نامطلوب دهن را امکان داره که تجربه کنه. در کل راهکار چی هست؟ باید دندان ها از پیش روی سر درون برس شوه، زبان را اثر زبان تو کش بکنیم، برسه ای تو باید کش شوه، کریم های دندان اصل استفاده شوه، ساجق های شوگر فری باید بگیرن، غذاهایی که زیاد ترکیب خود سلفر داره مثل گوشت، مثل به طور مثال بعض شیرنی بابای مصنوی، نوشابه گازدار، قوطی یکی، اینا رو باید قطعا استفاده نکنه. سیگارت کسی که میزنه این را قطع کنه، همیشه مایات خود تامین کنه، در 24 ساعت باید 15 الی 20 گلاس آب بگیره و در پهلوی از او ماوتواش های وجود داره که باید غرغره شوه و توسط دکتر صایبا بعض دوایر به نام پروبایوتیک میگه که این سیستم فلورا و میکروبای نرمال طبیعی بدن ما که مولد بوی است او را تغییر میده. این موضوعات مربوط دکتر داخل است، اگر مربوط دکتر داخل نبود دکتر دندان میفهمم و کارش دکتر دخترشون که 3 و نیم ساله خب حالت دیگه وجود داره تحت نام سایلوریا. سایلوریا بسیار مرضایی است که هر کدومش که تو دکه بخوره بسیار گپای خطرناک است. بله، سایلوریا و اینا هیچ بحث نشده. بدیل شما پیدا نمیکن. سایلوریا افرازات بیش از 100 لاب دهن. مثل که ما بعض اوقات بعض کسا زیاد عرق میکنه، پیشانیشون زیر بغلشون زیاد عرق میکنه یا روی سینه عرق میکنه. اینا تو بعض افراد اشخاص امکان داره که به طور مثال غدوات لاوی که پیشتر براتون عرض کردم از بالا کده بیشتر فعالیت زیاد باشه. اگر در سایر کدام مرض نباشه هیچ کدام گپ قابل تشویش نگرانی نیست، اصلاح میشه. هر قدر که بوی دان ببخشین، هر قدر که افرازات لاب دهن زیاد باشه، اما قدر چانس تاسس بوی دان پیش آدم کمه.
اکثر اوقات بوید هم پیش افراد اشخاص ایجاد میشه که خشکی دان داشته باشن. بله بنابراین بعضی آفات خصوصا در جامعه بسیار عام است، از دان یکی که او بیا میگه میده شاید کرم داشته باشه. بعضی آفات پارازیتی باید رد شوه، به اساس یک تست معاینه مواد غایطه امراض سیستمیک رد شوه، کدام آفات جوف دهن رد شوه، کدام نخواسته امراض عصبی رد شوه، امراضی که به طور مثال اگر چینا خورد هستن یک نفر از جور تیار بوده سکته مغزی کده حالا لیرش سر کده میره، یعنی تو مرضا وجود داره. ولی در کل چون سن سن از اینا خورد است کدام اهتمامات خاص و ویژه ضرورت نیست، فقط گرفتن کافین و نوشابه گازدار و قوتگکی و اینا باید بند شوه. و در صورتی که مثلا بازون چاره نمیشه یک دفعه یک مراجعه به یک از دکتر صاحبای جوف دهن ابتدا بعد از او به داخله داشته باشه. چرا دوایی که به این مشکل میتی تاثیرات سیستمیک داره، کل جای تا خشک میکنه، یعنی افرازات چشمم خشک میکنه، افرازات دانم خشک میکنه، افرازات جهاز آزمرم خشک میکنه، خشکیت دانم پیدا میکنه، جمع آدم قبض میکنه. نه اگر شدید باشه خب میتی، حالا مثلا معمول اینجا صحبت کرده رئیستم دانم مثلا پر آب شده رئیس، من باید دوا بگیرم نظر به وضعیت، ولی چون طفل هست حالا فعلا نقدر اقدام جدی نیاز نیست. موضوع بحث ما خشکی، بدمزگی و تلخی دهن هست و مهمان محترم برنامه جناب دکتر خیس نگزاد متخصص داخله عمومی و استاد دانشگاه به طور زنده بحث میکنیم و حدود 10 دقیقه فرصت داریم. شماره تلفن ما 0202534444 است. دکتر صاحب ام سطح زبانش رو بسیار وظایف مهم برش تعریف کردین که حس ذائقه داره و باز حجرات زیاد داره، حتما در مواظبت و شستشو و حفظ صحیح باید کار زیاد شه. خیلی با خشونت میگن آلا میالم این جمله را میگم، خیلی به خیلی بی عقلانه برخورد میکنن، عقلانه برخورد نمیکنن. یگان کس میخیز از طرف صبح مثلا میبینه که روی زبان بار داره، یگاجی روز اومده میکنه کار دیره تراش میکنن. ما به طرف مثال سنشام کلام رو گفتم اشتباه میکنی، بد میکنی که توی کارم میکنی، با خاطر چی سکه ده اینجا مثلا بسیار یک جای ظریف هست، ظریف هست، بسیار ظریف هست. ولی ها شما وقتی که را به سر خشن برخورد میکنین خود در حقیقت اون سوچکای ظریف هم میسوزونه، مثل که مادر برد یک چیز مثلا یک تخته یک موبایل پیشت است حرکت مرز زده بری خود چیزی که فیوزاژش جو جو میشه. سارو با هر عضو خود باید ملایم برخورد کنین. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. بله بفرمایید. صدای تلویزیونتون بلند است، سوال خود بفرمایید. سوال خود مطرح کنید محترم و برادر صدای تلویزیونتون هم پخش کنید. ما دکتر صاحب فقط اینی چسب دهن و امیر رواب دهن و همین تلخی خشکی دهن امیر ما خواستیم که چاره چیه؟ درست سلام. بسیار یک سوال مهم، تشکر دکتر صاحب، تشکر میکنه بر شما. خب طبیعی است که سوال آخر شما به این موضوع خلاصه میشد. خب من خیلی این موضوع را باید اول عوامل را تکمیل کنم، به خاطر که دو گروه عوامل را من گفتم، عوامل سیستمی که من گفتم، عواملی که مربوط جوف دهن است گفتم. سوم کسایی که آفات عصبی دارند، سکته مغزی، فلجای وجی، مثلا در سیر مرض شکر رشته عصبی خراب شده، اینا امکان داره که بدمزگی دان یا درد زبان رو تجربه کنه. چهارم عوامل عصبی، این بسیار در زنها عام است، کسایی که استراب داره، افسردگی داره، تنتوفوبیا داره. تنتوفوبیا، تنتوفوبیا چی مانا نظری؟ ترس از مرگ، ترس از مرگ. ما میترسیم از تو، میترسی دیگه بیا، ولی به طرف سال بیش از حد میترسه و این از لحاظ روحی برای خود مثلا یک ترس شدید از مرگ ایجاد کرده و تلویزیون هم که میبینه که به طرف سال یک مرده را نشان داده که بچه را پت میکنه و همین تیز رو تجسم میکنه که اگه ما بارم بازت شو و بازی رقم شه. یعنی این مریض ها مثلا تلخی و بدمزگی دان میداشن در پولیر کسایی که کانسروفوبیا داره، یعنی ترس از سرطان میداشته باشن. اینا امکان داره که مشکل تجربه کنه چونیده که حالا مثلا یکی یک سرطان گرفت، مزه دانش تلخه، مزه دان از کمی تلخ شد، میگه حالا من سرطان دارم. اگه تلخم نباشه، چون من اینجا گفتم که کل گپ اینجا کنترل میکنه، طبیعیه که مثلا پیش از یک تلخی و بدمزگی در زبان ایجاد میشه. و در پلیو از او عوارض دوا یک لست کلان از دوا وجود داره که پیش ما خشکی دان، بدمزگی دان، کاهش ذائقه و بدمزگی و تلخی را در دهن ایجاد میکنه. امکان داره بعضی اوقات پیش ما درد در زبان و سوزش در زبان به وجود بیاره. خب سوال پرسیدن و آقا صاحب محترم کسایی که مواجه شده با تداوی چگونه شوه و آخر بحث رو طبیعی است که می موضوع تشکیل میتم. چرا ما میایم ابتدا از یک مقدمه در مورد عوامل راههای پیشگیری جمع تداوی، یعنی قانون تمام امراض هست. خب چگونه تداوی کنیم؟ نمبر اول تثبیت عامل مهمه، صحیح؟ بله. اگر شکر باشه شکر کنترل کن، دلجوشی بود دلجوشی کنترل میشه، کم بود ویتامین دو 12 بود ویتامین 12 مریض میتی، فولیک اسید کم بود فولیک اسید میتی، آهنش کم بود آهن میتی، جست کم بود جست، مگنیزیم کم بود مگنیزیم.
در سر آفات جوف دهن بود میگه برو بیادر اونجا یک دکتر دندان است همه دندان تبو خو. اگر به طور مثال در سر آفات عصبی بود اعصاب مریض صدای میشد، در سر به طور مثال مشکلات روحی و روانی بود مریض راجع میکنه که برو اون روانشناس کتی صحبت میکنه، یعنی باید معلوم شه. و در سر عوارض جانبی دوا که چی میشه، دوا تبدیل میشه، دوا را تبدیل میکنه به این شکل. در کل بعضی به طور مثال راهکارا وجود داره، مثلا گرفتن ساجوقای شوگر فری، مرطوب نگه کردن به طور مثال دند، گشتاندن آبم را با خود در پلی ازو به طور مثال تامین کردن مایعات بدن، در ضمن ازو به طور مثال حفظ صحی درست دندان ها و جوف دهن، سپورت دادن دندان ها با استفاده از ساجوقایی که شیرنی نداره. شوگر فری از کم قیمت است ولی به طور مثال باید از او استفاده شود. و اگر کتی از یانه شد باز بعض دواهای عصبی، دواهای کلاب دهن را زیاد میکنه مثل پیلوکارپین و بعض به طور مثال دواهایی که حسیت زبان را پس منظم میسازد، بر از اینا زیر نظر دکتر متخصص توصیه میشه. بسیار عالی، تشکر. خب دکتر صاحب، به عنوان یک سوال آخری، بعضی کسا رو ما دیدیم که زبانش خصوصا به ماه مبارک رمضان بار داره، بار داره، یکی پختگی ایجاد میشه، تقریبا تا نصف زبانشان میگیره، یک قسم درشت احساس میکنه و میگه حتی دردم نداشته باشه. خب او خود کلش در جمله کاتگوری گلوسایتیس میه، یعنی التهاب زبان میه. التهاب زبان امکان داره در سر عوامل میخانیکی، در سر عوامل انتانی و در سر بهتر مثال عوامل مهاجم ایجاد شه. مثلا چای داغ بخو زبان التهابی میشه. بله، یا مثلا بهتر مثال وقتی که مثلا غذا را میجه یک دفعه زبان زیر مثلا دندان ها میایی، طبیعی است که مثلا زبان را التهابی میسازه و بسیار درد شدید داره. یک نفر از مثلا که شوهر خود جنگ میکنه تیزاب نوشجان میکنه و این میبینه که زبانش التهابی میشه. و بعض کسا هستن که مثلا آفات زخمی جوف دهن داره، قرای افتوز بسیار عام است، میدان ما زفیدک سفیدک سفیدک مبرای بسیار سخت و درد شدید داره، خصوصا پیش کسایی که معافیت بدن ضعیف داشته. درست باشه دکتر صاحب، اگر موقتی باشه مثلا در ماه روزه ایجاد میشه یا کدام روزای استثنایی دیگه جای نگرانی نیست فکر میکنم؟ نه موقتی اگر باشه، هیچ مرضی اگر نی باشه و موقتی باشه کام گپ نیست، ولی اگر طولانی بدن باشه فعالیت های روزمره ما را به چالش مواجه بسازه، کیفیت زندگی را خراب کنه. این صورت مردم پیش دکتر میره که در افغانستان در این حالت هم کس نمیره. خوب که از لنگ افتاد باز میگه بیا که بره.